به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. آرزومندیم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و برای حمایت از ما این کانال را نیز سابسکرایب نمایید. دوستان عزیز، قابل ذکر است خبری که خدمت شما تقدیم می شود نقل شده از وبلاگ رسمی رزاق مامون می باشد و تیم کاری کانال جنرال انفو در این مورد کدام نظر خاصی ندارد. رزاق مامون، استاد سیاف، اشرف غنی باید پیروزی دکتر عبدالله را تبریک بگوید. دکتر غنی به تشکیل یک حکومت مشارکتی پیشنهاد داده و دکتر عبدالله به نوبه خیش به استاد سیاف اختیار داده است برای حصول یک اجماع پیش قدم شود. گزارش تازه مشعر است که دکتر غنی به استاد سیاف صلاحیت داده است برای ایجاد یک حکومت مشارکت ملی با تیم ثبات و همگرایی به رهبری دکتر عبدالله و همه نیروهای حاضر در صحنه ترتیبات فراهم کند. این اقدام بعد از آن روی دست گرفته شده که تمامی تلاش های تیم دولت ساز به هدف دستکاری در سیستم های فنی انتخابات با شکست روبرو شده است. اما استاد سیاف ابتدا از دکتر اشرف غنی خواسته است تا رسما پیروزی دکتر عبدالله را تبریک داده و در جهت قناعت تیم ثبات و همگرایی در تشکیل یک کابینه مشارکتی قدم بردارد. گزارش آکی است که دکتر عبدالله نیز به نوبه خیش به استاد سیاف اختیار داده است تا جهت فراماوری مصالحه سیاسی با تیم دولت ساز اقدام مقتضی نماید. در این میان این انکشاف تازه توافق قبلی حکمتیار و رحمت الله نبیل با دکتر عبدالله را با چالش روبرو کرده است. رحمت الله نبیل و حکمتیار با عبدالله تفاهم کرده بودند که در حکومتی که تیم ثبات و همگرایی در محور آن قرار داشته باشد اشتراک خواهند کرد، مشروط بر این که دکتر اشرف غنی در آن حضور نداشته باشد. بخصوص حکمتیار هرگز حاضر به هم هوایی سیاسی در یک حکومت مشترک با دکتر غنی و افراد نزدیک به وی نمی باشد. حکمتیار یگانه کاندیدی است که در هر مجلس و محفل بر نامسلمان بودن اشرف غنی تاکید دارد. او حتی در مناظره تلویزیونی آمادگی گرفته بود تا قرآن مجید را دم روی اشرف غنی بگذارد و از سوی خواهش کرد که از متن قرآن هر سوال که از من و عبدالله داری مطرح کن. پس از آن خودش چند سوال قرآنی را از اشرف غنی مطرح میکرد و حتی از وای میخواست که فقط قرآن را نیم دقیقه روخونی کند، اما فرصت برای رقم خوردن چنین فضاحت تاریخی میسر نگشت. سفارت امریکا در کابل در اعلام نتایج عجله نکنید، اما حق را به حقدار برسانید. پس از درازا کشیدن اعلام نتایج انتخابات افغانستان، سفارت امریکا در کابل از کمیسیون خواسته است که برای اعلام نتایج عدالت را برقرار کند. با گزارش سپوتنیک، سفارت امریکا در کابل در صفحه تویترش نوشته است که حق بودن بهتر از سری بودن است و سوی هم از تمام کاندیدها خواسته است که برای اعلام نتیجه شفاف و دقیق این انتخابات احترام بگذارند. گفته های سفارت در حالی است که دکتر عبدالله رهبر تیم ثبات و همگرایی دو روز پس از انتخابات در اولین کنفرانس خبری گفت انتخابات به دور دوم نمی رود و تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده را تشکیل خواهد داد. آقای دکتر عبدالله تصریح کرد که نتیجه انتخابات را کمیسیون انتخابات اعلام خواهد کرد، اما او گفت بررسی تیم ثبات و همگرایی نشان میدهد او برای بلند پیروز انتخابات است. دکتر عبدالله از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر باطل کردن آرای بدون بایومتریک استقبال کرد و از کمیسیون شکایت خواست به شکایت ها رسیدگی کنند. همزمان با اعلام پیروزی از سوی دکتر عبدالله، کمیسیون انتخابات میگوید هیچ نامزد حق ندارد قبل از اعلام نتایج از سوی کمیسیون اعلام پیروزی کند. بر اساس جدول زمانی کمیسیون انتخابات افغانستان، نتایج ابتدایی انتخابات در 27 میزان و نتایج نهایی در 16 عقرب ماه بعدی اعلام خواهد شد.
پس از امریکا، سفارت بریتانیا در کابل از دخالت در کار کمیسیون‌های انتخاباتی تاکید ورزید. سفارت انگلیس در کابل اعلام کرده که نباید در کار کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان دخالت صورت بگیرد و به این نهادها باید فرصت داده شود که کارشان را انجام دهند. با گزارش سپوتنیک به نقل از رسانه‌ها، سفارت بریتانیا شامگاه سه شنبه 16 میزان با انتشار اعلامیه گفته است که بریتانیا از استقلال کمیسیون انتخابات و کمیسیون سم شکایت‌های انتخاباتی و روند انتخابات به طور کامل حمایت می‌کند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 6 میزان در سراسر کشور برگزار شد و کمیسیون انتخابات اعلام کرده که مشارکت بیش از 2.5 میلیون نفر در این روند گزارش شده است، در حالی که بیش از 9 میلیون نفر برای شرکت در آن ثبت نام کرده بودند. در امین هار در اعلامیه سفارت بریتانیا در کابل آمده که میزان مشارکت رای دهندگان مشروعیت نتیجه انتخابات را زیر سوال نخواهد بود. این سفارت همچنین از همه نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواسته تا خویشتنداری کنند و منتظر اعلام رسمی نتایج توسط کمیسیون‌های انتخابات بمانند. کشف و ضبط بیش از 300 لیتر شراب در هرات. مقام‌های محلی هرات کشف و ضبط بیش از 300 لیتر شراب در هرات. مقامات محلی هرات از کشف و ضبط بیش از 300 لیتر مشروبات الکلی در مرکز این ولایت خبر می‌دهند. با گزارش سپوتنیک، اداره محلی هرات در بیانیه اعلام کرد به میزان بیش از 300 لیتر مشروبات الکلی در عملیات کشفی نیروهای امنیتی ملی در ناحیه نهم شهر هرات به دست آمده است. در پیوند با فروش و نگهداری این مقدار مشروبات الکلی دو تن بازداشت شدند. 300 لیتر مشروبات الکلی کشف شده در عبده بشکه جاسوسی شده بودند. با نقل از خبرنامه، امنیت ملی تمامی مشروبات الکلی را به ریاست مبارزه با مواد مخدر تحویل داده است. امنیت ملی هرات اطمینان داده که تلاش میکند جلو تورید و تولید مشروبات الکلی را خواهد گرفت و از مردم خواست در این رابطه با نیروهای امنیتی همکاری کنند. تازه‌ترین گزارش سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که افغانستان از لحاظ سرانه مصرف الکل رتبه 4 را در میان 189 کشور جهان دارد. این در حالی است که مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر بر اساس قانون در کشور اسلامی افغانستان حرام است، اما با این وجود کسب رتبه 4 جهان بسیار قابل تعامل است. همساله هزاران لیتر مشروبات الکلی توسط پلیس در کشور کشف می‌شود و این مسئله بیانگر واردات قاچاق گسترده مشروبات الکلی به کشور است. نیروهای امنیتی هرات چند پیش هم مقدار مشروبات الکلی را کشف و ضبط کردند. نامزدان دو تیم پیشتاز در انتخابات جریمه می شوند. نامزدان دو تیم پیشتاز که قبل از وقت اعلام پیروزی کردند جریمه می شوند. با گزارش سپوتنیک به نقل از 8 صبح، با آنکه کمیسیون قبلا از اعلام پیروزی پیشنگام هشدار داده بود، شمار از تیم‌های انتخاباتی هنوز هم دست از پیش‌داوری و اعلام پیروزی زودهنگام در انتخابات ریاست جمهوری بر نداشتند. بیشترین موارد پیش‌داوری‌ها از سوی تیم‌های انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی و ثبات و همگرایی به رهبری دکتر عبدالله صورت گرفته است. در تازه ترین مورد، آقای غنی در صحبت با افتنامه شپیگل آلمان به گونه غیر مستقیم پیروزیش را اعلام کرده است. از جانب دیگر، محمد اشرف غنی هرچند گفته است که ادعای پیروزی ندارد و مانند نامزدان دیگر منتظر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری می باشد، اما تصریح کرد نشانه های خوبی وجود دارد که من 5 سال دیگر خواهم داشت تا برای آینده افغانستان به شدت کار کنم. همچنان آقای عبدالله ادعای تشکیل گسترده ترین دولت را مطرح کرده است. او در حساب تویترش نوشته است که ما بدون در نظر گرفتن سیاست انتخاباتی وسیع ترین دولت ممکن را تشکیل خواهیم داد. فقط از طریق چنین دولت گسترده آرزوی عمومی برای سال در کشور ما محقق می شود. از این پیش نیز آقای عبدالله در یک نشست خبری در کابل ادعا کرده است که انتخابات به دور دوم نخواهد رفت و دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در دور اول پیروز میدان خواهد بود. این در حالی است که پیش‌داوری پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری نه تنها از سوی نامزدان بلکه از سوی مسئولان ستادهای انتخاباتی نیز به کرات مطرح شده است. دوستان عزیز، ما منتظر انتقادات و پیشنهادات سالم شما جهت بهتر شدن محتویات بعدی این کانال می باشیم. این بود ویدیوی امروزی. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه ایتان.